رئیس جمهور و رهبر جمهوری اسلامی رو ببینیم تا مطمئن بشیم که همین مددهانی که در گزارش اول برنامه دیدی چطور معاون رئیس جمهوری رو تهدید به قتل میکنن و اون سخنان رو دربارش میگن، رئیس جمهور و رهبر رو به گریه میندازن و به سینه زنی. داره زهرا رو غسل میده، بسیار بدیم مهمان امشب معرفی کنم وارد بحث بشیم. مهمان امشب آقای مهدی خلجی، پژوهشگر ارشد انستیتو واشنگتن. درود بر شما، خوش آمدید. آقای مهدی خلجی نویسنده کتاب‌ها و رساله‌های متعدد درباره نقش و جایگاه دین رسمی در ایرانن، از جمله کتاب اخیرشون نظم نوین روحانیت. باز خوش آمدید. متشکرم آقای خلجی. بذارید از آغاز شروع کنیم. این مداها از کجا اومده؟ در حقیقت از زمانی که تشیع به مذهب رسمی در ایران بدل میشه، از زمان صفویه، ما این روزخانی به این شکل جدید رو داریم و ذکر مصائب ائمه رو. خب از زمان صفویه بودن این مداها، ذاکرها و کسانی که مردم رو به گریه میخوندن و مصائب اهل بیت رو برای مردم میگفتن. اما اتفاقی که افتاده این هست که برای چند قرن مداها یک قشری بودن که ریزخار خان نعمت روحانیت بودن، در حقیقت فرع بر روحانیت بودن. اگر شما عزاداری خامنبری بهشون گفتید، خامنبری بودن، یعنی نقش اصلی رو در برگزاری یک مراسم مذهبی اون روحانی داشت و اون مداح قبلش یا مجلس رو گرم میکرد یا بعدش برای سینه‌زنی آواز میخوند. مداها اینقدر اهمیت نداشتن جز در نسبتشون با اون روحانی و گفتن این مداح مجلس فلان کس هست. انقلاب موقعیت دین، نظام دینداری، ساختار روحانیت و همینطور طبقه مداها رو به شکل جدی دگرگون کرد. یعنی اینکه اگر ما بپذیریم که یکی از وظایف مهم روحانیت برگزاری یا نظارت بر برگزاری آیین‌های مذهبی هست، این انحصار روحانیت از بین رفت و دولت خودش از طریق صدا و سیما، از طریق نظام آموزشی، از طریق سلطه بر نهادها، ادارات، شرکت‌ها، کارخونه‌ها، خودش در حقیقت مسئول و موظف شد که مراسم مذهبی رو برگزار بکنه. وقتی که انحصار برگزاری آیین‌های مذهبی از دست روحانیت خارج شد و به دست دولت افتاد، طبیعتاً یک طبقه رشد کرد به صورت کاملاً بی سابقه به نام مداها که ارتباطی با روحانیت نداشتن و همونطوری که دولت داوطلبانی رو به عنوان نیروی بسیج میگیره، همینطور هم داوطلبانی رو به عنوان مداح در حقیقت جذب میکنه، تربیت میکنه، پرورش میده و مراسم مذهبی رو در سراسر کشور سامان میده. به این معناست که اینها خیلی نقش مهمی دارن در آیین‌داری مذهبی در ایران و این هست که تفاوت عمده اونها بعد از انقلاب و قبل از انقلاب. خب یعنی آیا میشود گفت که اینا نه به عنوان یه طبقه مستقل اجتماعی با این تعبیر که آیین‌داری مذهبی در ایران در واقع به دوش اینهاست، میشود گفت اینها خدمت مستقیم رو به روحانیت میکنن یا نه به حکومت میکنن؟ اینها خدمت مستقیم به حکومت میکنن. در حقیقت گاهی هم روحانیت از این مداها ناراضی هست به دلیل اینکه رقابت ایجاد میکنه. این وظیفه بوده که قبلا روحانی ها داشتن، الان اینطوری شده که واعظهای روحانی که میخوان مراسمی رو اداره بکنن، اولا اقبال کمتری از جانب مردم میبینن، وقتی که پای مردم بیشتر دوست دارن پای سینه زنی و مداحی برن تا اینکه پای منبر بنشینن و بشنون که اون واعظ حدیث بخونه و حرف بزنه. ثانیا پولی که میگیرند از در حقیقت سرمایه گذاران مذهبی،
اون پولی که مداح میگیره قابل مقایسه نیست با پولی که یک روحانی یا یک منبری میگیره. در نتیجه این رقابت رو ایجاد میکنه. در سالهای اخیر ما بارها و بارها دیدیم که روحانیان بلندپایه‌ای گفتن که وضع مداحی باید سامان پیدا بکنه، بعض انتقاد کردن از بعضی شیوه های عزاداری اینها. این به دلیل این هست که روحانیت همیشه دوست داشته که این انحصار آیین‌داری مذهبی یا برگزاری آیین‌های مذهبی رو در دست خودش داشته باشه. اما جمهوری اسلامی همونطوری که بسیاری از انحصارها رو از روحانیت گرفته تا روحانیت رو وابسته به حکومت بکنه، در حقیقت مداح‌ها رو هم از سلطه روحانیت بیرون آورده. مداح‌ها به هیچ وجه به روحانی‌ها گوش نمی‌کنن و در بسیاری مواقع هست که اصلا روحانی‌ها یک جوری ملاحظه مداح‌ها رو می‌کنن، به دلیل اینکه مداح‌ها ارتباط مستقیم‌تر، سیستماتیک‌تر با دفتر رهبری دارن، با بسیج محله دارن، با سپاه پاسداران دارن و حتی با دستگاه‌های اطلاعاتی و پلیسی کشور دارن. به این دلیل هست که روحانیانی که اینجور وابستگی رو ندارن، اگر میرن در روستایی، اگر میرن در شهر دورافتاده، اگر در یک مسجدی میرن برای منبر، اینا سعی میکنن که هوای اون مداح رو داشته باشن، چون اون مداح بیشتر از اونها مردم رو جذب میکنه، بیشتر از اونها مخاطب داره، بیشتر از اونها پول میگیره و ارتباط مستقیم تری با دستگاه و دربار قدرت در ایران داره. سپاسگزارم. یکی دو تلفن میگیریم، شاید بیشتر سعی میکنیم اگر کمتر بینندگان کوتاه‌تر، منظورم این است که صحبت بکنن، خب تلفن‌های بیشتری میتونیم بگیریم. بفرمایید که پرسش این است: نقش مداحان در ایران رو چگونه میبینید؟ من تردیدی ندارم که بسیاری، خودم بسیار شنیدم، به همه ما شنیدم، از مادر بزرگامون، از مادرهامون، از شاید پدرهامون، که دلم سنگین، دلم پره، میخوام برم گریه کنم، خودم رو خالی بکنم. و این گریه کردن پای روزه مداحی، نوحه مداحی، خب به هر حال عملی میشده است. در این تردیدی نیست. بفرمایید که نقش مداحان رو در ایران چگونه میبینید؟ چه در فرهنگ ما و چه در سیاست ما و در اجتماع ما. از امیر شروع میکنیم، تهران. درود بر شما. درود عرض میکنم خدمتتون آقای فلاحتی و مهمان محترمتون. چقدر خوشحالم آقای فلاحتی که بالاخره شما به موضوعی از این باطلاق وسیع به نام جمهوری اسلامی، از زالوهای کثیف این نظام اشاره کردید. چقدر خوشحالم. جناب فلاحتی، همونطور که مهمان محترمتون فرمودن، ریشه این زالوها از همون حکومت صفویه نشأت میگیره تا امروز. شما نگاه بکنید کدوم یکی از آخوندها خودش مداح نیست؟ اصلا در حوزه علمیه اینا به قول معروف ترمی دارن به نام مداحی. اینا باید مداح بشن تا بتونن رو مردم تأثیر بذارن. اینها با همین گریه و این داستانها و مسخره بازیها با نفوذ بر ذهن مردم و بر عاطفه مردم اومدن و غلبه کردن به این مملکت. سالها پاشون رو گذاشتن به خرخره عاطفه مردم. در واقع کدوم یکی از آخوندها خودش مداح نیست؟ همشون مداح هم، همشون روزه خونن، همشون گریه درارن، اینا کارشون اینه. و اینها رو اگر این مداحهای به قول معروف بس این است که آیا این کار مثبت یا منفی. یادمون نمیره که آقای خمینی در عاشورای 58 ایشون گفت که اسلام رو گریه سر پا نگه داشته. خب این سخن فقط سخن آقای خمینی نیست، سخن میلیون ها آدمه. جناب صلاحیتی، بستگی داره به این که ببینیم منفی از دیدگاه چه کسی منفیه. اگه بخوام از دیدگاه این باطلاق، زیستگاه این باطلاقیان ببینیم، بله این خیلی هم مثبته. ولی از لحاظ اونهایی که با بیرون این باطلاق ایستادن و از بوی گندابه این باطلاق دارن فرار میکنن که ماها باشیم داریم نگاه میکنیم، میبینیم اصلا مگه میشه در چنین فضایی زندگی کرد، در چنین فضای دروغ و ریایی که اینجوری بیان رو مردم تاثیر بذارن، بعد بشینن یه مش اراذل و اوباش و آشغال جامعه بسیار. یعنی اینجوری حکومت کنن به مردم. سپاسگزارم ازتون، شبتون بخیر. مهدی از کاشمر اگر اشتباه نکنم، درود بر شما.
الو جانم بفرمایید. سلام علیکم. سلام، خسته نباشید. ممنونم آقای فلاحتی. جانم ببخشید، شما خیلی خوب فرصت در اختیار این دوستان میدونید که هر جور دلشون میخوان فحاشی بکنن، به همه کس توهین بکنن. این شیوه خیلی خوبی نیست برای یه اداره برنامه‌ای که مردمون رو نگاه میکنن. سعی میکنیم بتاتر بکنیم، فرصت در اختیار شما هم هست که هر چی میخواهید بگید. بفرمایید. ببینید، یه صحبتی کردن در مورد آقای تشیع علوی، تشیع صفوی. یه صحبتی حالا دکتر شریعتی کردن، ایشون حالا انسان فرهیخته‌ای بودن، صحبتایی داشتن باید نقد بشه. صحبت ایشون وحی منزل نیست که ما بپذیریم بگیم آقا یه صحبتی کردن، ایشون گفتن نمیدونم تشیع علوی، تشیع صفوی، این حرفا همش از زمان صفوی اومده، ما کلا بزنیم زیر همه این حرفا که اینا مال صفوی است، مال دین نیست. بنابراین باید دقت بکنیم روی این مسائل. یه تصاویری هم شما پخش کردید متاسفانه، اینکه حالا مثلا مدعاها رو نشون دادید که ببینید پرسش این است. ببینید اجازه بدین که بحثمون یه مقدار نتیجه بخش بشه. پرسش این است که آیا شما نقش و جایگاه امروز مداحی و مداحان رو در ایران برای جامعه ایرانی، اسمش رو میخواید پیشرفت بذارید، توسعه بذارید، فرهنگ با چشم‌انداز روشن بذارید، هر چی، برای اینها یا درست میدونید یا غلط میدونید؟ بله ببینید، ما الان در عصری هستیم که خب انواع اقسام مؤسسات غیر دولتی غیر انتفاعی تو سراسر دنیا داره تشکیل میشه، دارن سعی میکنن که به نوعی نهادهای اجتماعی تقویت بکنن. ما چه نهادی بهتر و کاراتر از نهاد مذهبی خودمون که همون خلاصه شده تو مسجد و حسینیه و مراسمات دعای این چنینی که تقویت کرده انصافا و نشون بده که کارا هست. یعنی تو این عصبی که ما حاضر هستیم، این که خود انقلاب خودمون یه جور حاصل همین هیئت هاست، یه جور حاصل همین برگزاری مراسم هاست. بسیار خوب، اجازه بدید که ما شما رو خط نگه داریم، بریم سراغ تلفن زننده بعدی. و چون شما فکر می‌کنم از معدود کسانی باشید که مستدل چون این صحبت می‌کنید در دفاع از مداحی و مداحان در ایران امروز، قطع نکنید. خواهش می‌کنم از کرج غلامرضا درود بر شما بفرمایید. آقای غلامرضا عزیز. غلامرضا فتحی، بله بفرمایید. سلام، احوال شما خوبی؟ قربونتون برم، بفرمایید. جان مداحان به چند دسته تقسیم میشن؟ مداحایی که میخوان از وضعیت اقتصادی الان اظهار نظر بکنن ولی اجازه بهشون نمیدن، یه سری مداحان هستن که میخوان از وضعیت پوششی و مسائل مختلف اظهار نظر کنن بهشون اجازه نمیدن. یعنی اگه بخوان اظهار نظر بکنن، رهبر اونا رو نهی میکنه. حالا من نمیدونم شما مد نظرتون کدوم از این مدعا هستش. خب شما، من توصیه میکنم که برنامه رو گوش بدین، باز دوباره برمیگردیم، تماس بگیرین، صحبت میکنین، چون فکر میکنم بحث روشنه و کوتاه وقت داریم. آقای کاظمی، من نمیدونم از کجا هستن، آقای کاظمی از تهران گویا، درود بر شما بفرمایید. درود بر شما فلاحتی و صدا آمریکا. جونم بفرمایید. در مورد صحبتی که آقای منصور عرضی کردن من خواستم صحبت کنم. بفرمایید، خواهش میکنم. آقای منصور عرضی تو صحبتشون که الان تو برنامه‌تون هم شما نشون دادید، گفتن که قصد کشتن آقای مشایی رو دارن، یا مثلا هر کسی که میتونه ایشونو بکشه پولی بهشون من میدن. به نظر بنده این صحبت ها فقط یه سیاست خاص با برنامه ریزی شده است، جهت این که تمام عقاید آرمان نظام تو این مجالس ها به مردم گفته بشه. از الان که دارن این برنامه‌ریزی رو میکنن، آقای مشایی صحبتاش میاد که میگن عقاید و افکارش مخالف نظامه. یعنی طبق صحبتهایی که مثلا آقای عرضی یا مثلا مسئولین میکنن، اینه که مثلا آقای مشایی صلاح